درود بر شما عزیزانم در خدمتتون هستم با چند تا توصیه مهم یکی اینکه حساب های بانکیتون رو خالی کنید چه موجودی کلان داشته باشید چه موجودی جز داشته باشید یعنی چه 100 میلیون 200 میلیون 500 میلیون دارید برید به بانک تا روزی 15 میلیون به شما میده بگید میخوام پول نقد میخوام شما تصور بکنید تو هر شعبه روزی سی نفر 40 نفر 50 نفر برن و درخواست 15 میلیون پول نقد بکنند شعبه هایی که ندارن پولو بدن این همه رو مجبورن از بانک مرکزی بخوان 20 تا 30 تا 50 تا 100 تا شعبه در سر سر شهر پول از بانک مرکزی بخواد شما ببینید چه بلبشویی خواهد شد در سیستم بانکی کشور حتی اگر موجودیتون اصلا چشمگیر نیست مثلا در حد 5 میلیون تومن حقوق ماهانهتونه. این از بانک درارید بذارید تو خونه خورد خورد خرج کنید البته یه مقداریشو دویز تومنشو بذارید باشه تا بهتون بگم چرا این پول رو از بانک خارج کنید در خونه نگه دارید جای امن خرید میکنید نقدی خرید کنید این مقداری که گفتم تایی حساب باشه به خاطر اینکه گاهی خرید شما خورده داره مثلا 12825 تومن شما خرید کردید اون 825 تومن رو کارت بکشید 12 تومن رو نقدی بدید یا 2825 تومن رو کارت بکشید 10 تومن رو نقدی بدید این هم باعث میشه که وقتی شما پولتون رو از بانک میکشید بیرون دولت دولت دچار مشکل اقتصادی بشه هم وقتی خرید رو نقدی میکنید اون مغازه‌دار یا اون حالا دکه ای یا هر چی که ازش خرید کردید مالیات کمتری میپردازه چون اینها بر اساس اون رقمی که تراکنش میشه توی اون دستگاه پوزشون مالیات باید پرداخت بکنن وقتی شما نقدی خرید میکنید معلوم نمیشه این فروش روزانش چقدر هست این توصیه اول توصیه دوم اینکه وقتی اینترنت قد میشه عزیزانم متوحش نشید چه اتفاقی افتاده قدیم که اینترنت نبود چی میشد مردم چجوری تظاهرات میکردن تو همه شهرها هم هم با همه با خبر بودن اصلا موبایل نبود تلفن های ثابت بود که از هر ده تا خونه یکیش داشت ولی کار خودشون رو میکردن تو هر شهری که هستید بله اینترنت قطع شده شما به فضای مجازی دسترسی ندارید الان مثلا تو شیراز نمیدونید تهران چه خبره مشهد چه خبره رشت چه خبره فرض کنید اصلا تهران و رشت و مشهدی نیست همه ای ایران همون شیراز اون کاری که باید بکنید رو بکنید تو مشدید فرض کنید همه ایران همون مشهده. هیچ شهر دیگه ایران نداره اون کاری که تو مشهد باید بکنید رو بکنید معطلی نباشید که خب حالات شهرهای دیگه خبری هست خبری نیست تظاهرات داره میشه نمیشه مردم بیرونن ول کردن رفتن شما تو هر شهری هستید در وقتی که اینترنت قطع میشه کار خودتون رو بکنید سال 57 میگه اینترنت وجود داشت یک توصیه دیگه که دارم این که اگر فالووره سلبریتی های خاکستری و بیتفاوت هستید چه ورزشکار چه هنرمند چه موسیقیدان چه خواننده چه بازیگر کارگردان عزیزان من برید آنفالو کنید اینها رو اینها به پشت گرمی شما هست که اینطور ایستادن بر مواضع غلط و منحرف خودشون فکر میکنه دو میلیون سه میلیون پنج میلیون ده میلیون فالوور داره و کسی هست بهش پشت کنید شاید تکونی بخوره بفهمه که هر هنرمندی هر سلبریتی هر ورزشکاری اعتبارش رو از مردم داره و این فالو کردن های شما به اینها اعتبار کاذب میده باز تاکید میکنم تظاهرات در روز بسیار بسیار بهتر از تظاهرات در شب هست نه که در شب تظاهرات نکنیم ولی از تظاهرات در روز قافل نشیم روز وقت خیابان ها شلوغه درگیری بزن بزن گاز اشکاوره خود کار دولتی ها لنگ میمونه فلان نماینده مجلس نمیتونه بره مجلس چون میگه خیابونا بسته بود درگیری بود تا دا داره میره میبینه ولی اصب هست, هست به این رانندهش میگه آقا دور بزن برگرد بنداز تو کوچه پس کوچه نمیریم اصلا خبر میگیره قبلش میدون بهارستان شلوغه یا خلوته میدون ولی است میدون نارمک میدون ونک اگر روز شهر رو پر کنید از صدای خودتون و حضور خودتون و وجود خودتون بسیار تأثیرگذارتر خواهد بود یک <تصحنت> پیشنهاد دیگه اینکه که ما شبها ساعت ده روی پشت بام ها فریاد بکشیم اگر فریاد نمیکشیم کشیم قاشق زنی کنیم یه قابلمه و یه قاشق روی پشت بون یا روی پشت پنجره آپارتمانمون تمام شهر رو به تق تق, تق تق پر کنیم و گوش اینها رو کر کنیم اگر هم شعار میدید عزیزانم این س... تذکر یکی از دوستان بود به من و من دیدم چقدر بجاست الله و اکبر نگید به خاطر اینکه نه اینکه من با الله و اکبر مشکلی داشته باشم یا شما مشکلی داشته باشید این فیلم ها در جهان پخش میشه و مردم دنیا الله و اکبر رو به عنوان شعار داعشی ها میشناسن شعار اسلامگرایان به اصطلاح سلفی میشناسن طالبانی ها میشناسن بر فکر میکنن مردم اینا ایران هم از همون ریشن از همون قماشن شعار خودمون رو میدیم زن زندگی آزادی و قاشق زنی فکر میکنم شهر قشنگی داشته باشیم شبها درود